گیلاس یا سلام، امروز میخوایم خلاصه فیلم The Final رو با هم دیگه ببینیم. طبق معمول حواستون به صحنه‌های خشنش باشه و اینکه کل فیلم قراره اسپویل شه، پس آخرش به من فوش ندید. یادتون نره که توی کانالمون سابسکرایب کنید، کامنت بذارید و ویدیو رو لایک کنید. فیلم با نمایش دختری با لباس سیاه شروع میشه که با ورودش به رستوران همه نگاه به سمتش برمیگره، جوری که انگار چیز عجیب و وحشتناک روی قیافش وجود داره. وقتی دختر پولش رو میخواد روی میز بذاره، میفهمیم دو تا از انگشتاش رو هم از دست داده ولی چهرهش رو نمیبینیم. وقتی پشت میزش میشینه، همه دارن زیر چشمی نگاهش میکنن که یه دفعه عصبی میشه و از اونجا در میره. میریم توی دبیرستان، جایی که یکی از پسرای قلدور و عوضی مدرسه پشت پسر دیگه به اسم روی میشینه. این قلدور هم اسمش برادلیه و شروع به تیکه انداختن و اذیت کردن روی میکنه. معلم متوجه موضوع میشه و به برادلی میگه جاشو با پسر دیگه به اسم برنارد عوض کنه که اونم یه عوضی مثل رفیق خودش و همین قلدور بازی رو ادامه میده. سکانس عوض میشه و سه تا دختر محبوب مدرسه رو میبینیم که اونام خیلی عوضین. اسم این سه تا دختر هدر، بریجت و کلیه. وقتی به دختر ساکت و گوشه‌گیر به اسم امیلی میرسن، شروع میکنن به دست انداختنش و بعد از کلی مسخره کردن، امیلی راهشو میکشه و میره. کمی دورتر از مدرسه پسری به اسم دین رو میبینیم که داره توی جنگل کار میکنه. مرد بزرگسالی به اسم پارکر که دوست خانوادگی دین، ازش راجع به دایی سوال میکنه که اونم جواب میده تازگی مرده و این خونه رو براش گذاشته. همون شب دختر گوشه‌گیر مدرسه یعنی امیلی به پسری که قبلتر داشت اذیت میشد، روی زنگ میزنه و میگه داره فیلم ترسناکی میبینه که تعداد ایده توی سرش شکل داده. روز بعد تو مدرسه بچه‌های گوشه‌گیری که توسط قلدرها همیشه دارن اذیت میشن کنار هم میشینن تا نقشه‌ای برای انتقام از همکلاسی‌های عوضیشون بریزن. حتی موقع صحبت کردنشون هم اون بچه‌ها دست از سرشون برنمی‌دارن و یه پاکت شیر سر میزشون میندازن که باعث گند خوردن به لباس همشون میشه. روی یه لحظه جرأت پیدا میکنه و پاکت شیر رو میبره تا با گروه برادلی اینا دعوا کنه، ولی بعد از کلی تحقیر به جای خودش برمیگرده. اینجایی که دیگه از هم مدرسه یا به اسم کرتیس سر میرسه. کرتیس یه پسر خیلی بامرام و با همه بچه‌های مدرسه هم رفیقه. کرتیس میاد سر میز بچه‌های گوشه‌گیر و از روی درخواست میکنه که دوربینش رو برداره و بیاد تا از مراسمی که راه انداخته عکس بگیره. اونم با کمال میل قبول میکنه. بعد از رفتنش بچه‌ها به صحبتشون ادامه میدن و میگن توی نقشه انتقامی که کشیدیم نباید کاری به کرتیس داشته باشیم چون یه پسر خیلی خوبه. وقتی موقع عکس برداری روی میرسه، برادلی و برنارد اونو به دستشویی میبرن و بعد از کلی تحقیر دوربینش رو هم میشکنن. دین میاد و سعی میکنه کمکش کنه ولی اونم یه کتک حسابی میخوره. بعد از اینکه قلدرها میرن بیرون، دین به روی میگه که بالاخره نوبت ما هم میرسه. روز بعد تو مدرسه روی از کرتیس معذرت خواهی میکنه که نتونسته عکس و فیلمی از مراسم بگیره، ولی کرتیس میگه تقصیر تو نیست و میره سمت برادلی اینا تا یه دعوای بزرگ باهاش راه بندازه و انتقام اونو بگیره. حالا میریم به خونه دین. میبینیم از فشاری که این پسر رو بهش آوردن، یه خشم و ناراحتی شدیدی تو نگاهشه و اسلحه‌ای رو میذاره رو سرش تا خودکشی کنه، ولی لحظه آخر پشیمون میشه. خونه روی رو میبینیم، جایی که همه اعضای خانواده با هم غریبن و هیچ حرفی نمیزنن. بعد میره خونه یکی دیگه از پسرای گوشه‌گیر به اسم جک که پدرش داره ماشینشو درست میکنه. جک بهش میگه داره میره بیرون و پدرش هیچ اهمیتی نمیده و حتی سرش رو بالا نمیاره تا نگاهش کنه و بگه خداحافظ. جک میره پیش دین و میبینیم تعداد زیادی اسلحه تو انبار آماده کرده. این اسلحه ها واسه دایی دین بودن که به عنوان یه ارتشی تازگی جونش رو از دست داده. آخر شب همه اعضای این گروه گوشه‌گیر کنار آتیش جمع شدن و دارن راجع به مشکلای زندگیشون حرف میزنن. همشون به شدت از زندگی خستن و به زور دارن ادامه میدن. تنها دلخوشیشون هم همین نقشه انتقامی که میتونه حالشون رو خوب بکنه. از اونجایی که دین کنترل خونه دایش که شهید شده رو دست خودش داره، به صورت ناشناس بچهای گروه قلدرا رو به یه کاستیوم پارتی دعوت میکنه که توی این خونه شکل میگیره. برای اونایی که نمیدونن بگم که توی کاستیوم پارتی افراد لباسا و ماسکای مختلف میپوشن و اینکه یه نفر سر تا پا پوشیده با ماسک ظاهر بشه اصلا چیز عجیبی نیست. شب مهمونی میرسه و همه بچه‌ها رسیدن. گروه گوشه‌گیرا دست همو گرفتن و دارن دعا میکنن و توی اتاق بالای همون خونه دور هم جمع شدن. اونا از خدا میخوان اگه کارشون اشتباه بهشون یه نشونه بده، ولی وقتی چیزی نمیبینن ماسکا و اسلحه هاشونو برمیدارن و به صورت ناشناس به مهمونی میرن. وقتی میفهمن کرتیس هم به مهمونی اومده، کمی دودل میشن، ولی دین توضیح میده که اگه با پای خودش به اینجا اومده، یعنی خودش هم یکی از همین کثافت‌هاست، لیاقتش اینه. با شروع عملیات انتقام، مقدار زیادی داروی بیهوشی تو نوشیدنی که همه ازش میخورن میریزن و منتظر میشن تا همه ازش بنوشن و حالشون به هم بریزه. بعد از مدتی دونه دونه بچه‌ها بیهوش میشن و گروه گوشه‌گیرا همه کلیدا و تلفن بچه‌ها رو توی گوشه جمع میکنن و دست و پاهاشون رو به هم میبندن. وقتی همه کارا انجام میشه، با سر و صدا قلدرها رو بیدار میکنن. اونا با تعجب دور و برشون رو میبینن چون روحشون هم خبر نداره که چه شب افتضاح
مزاحی در پیش دارن. دین با یه دستگاه صدای خودش رو تغییر میده و میگه شما قرار شبی رو بگذرونید که از مردن خیلی بدتره. این نتیجه سالها عوضی بودن و آزردن بچه‌های دیگه مدرسه‌تونه. یکی از بچه پرروهایی که زندانی شده همه چیزو به شوخی میگیره و شروع به مسخره کردن مرد ماسک دار که نمیدونه دین نمیکنه. این میشه که یکی از ماسک دارای دیگه میره سمتش بدون هیچ رحمی یه گلوله به زانو و یه گلوله به صورتش میزنه که بعد از چند لحظه باعث مرگش میشه. حالا که قلدرا فهمیدن همه چیز جدیه، شروع به گریه‌زاری میکنن و دین هم بهشون میگه که باید باور کنید همه چیز کاملا واقعیه. بعد ازشون میپرسه کسی هست که بخواد از اینجا بره بیرون. یکی از زندانیا به اسم تامی دستش رو میبره بالا و دست دوست دخترش نادیا رو میگیره تا با خیال خودش از اونجا خارج شن. ولی دین میگه فقط خودت تنهایی میتونی بری و در کمال تعجب بهش اجازه میدن که از خونه خارج شه. تامی قبل از خروج به دوست دخترش نادیا میگه خیلی دوست دارم و قول میدم برگردم نجاتت بدم. وقتی میره بیرون دین با حالت مسخره کردن میگه که تامی مدت هاست داره به نادیا خیانت میکنه. دختری هم که با دوست پسرش میخوابه کسی نیست جز هدر که قبل تر دیده بودیمش. به عبارتی دین میخواد بین خود بچه‌ها هم یه تفرقه ای بندازه. بیرون خونه رو میبینیم. همین که تامی خارج میشه تعدادی از ماسک داره با موتور دنبالش میافتن و میخوان شکارش کنن. اون فکر میکرد واقعا داره آزاد میشه ولی این فقط بخشی از بازی خشن بچه‌های گوشه‌گیر مدرسه است. بالاخره پای تامی توی تله گیر میکنه و اون رو کنار پسری که قبلتر مرده بود میبندنش. توی خونه بردری که قبلا خیلی شاخ و مغرور بود به زجه زدن میافته و میگه شما خیلی نامردید، جای همتون توی جهنمه. دینم با کنایه بهش میگه همین الان شماها زندگی ما رو جهنم کردید. یکی از ماسکدارا شروع به ساز زدن میکنه و یکی دیگه‌شون با چاقو میره سمت برنارد، یعنی همون کسی که قبلتر با بردلی دوربین روی رو شکسته بودن. برنارد پررو شروع به فوش دادن میکنه و پسر ماسکدار که همون رویگه چاقو رو توی شونه اون فرو میکنه. بعد یه مایه توی دهنش میریزه که باعث توهم شدید برنارد میشه. بعد از چند لحظه هم ساکت میشه و بدون حرکت دراز میکشه و اونو به یه گوشه میبرن. دین توضیح میده که این مایه باعث شد برنارد کلن فلج شه و دیگه نمیتونه هیچ حرکتی بکنه ولی همه چیز رو حس میکنه. این یعنی هر بلایی که سرش بیارن دردش رو به شدیدترین حد میکشه ولی نمیتونه واکنشی نشون بده. دختری میاد که ما میدونیم همون امیلیه و شروع به فرو کردن سوزن به همه جای برنارد میکنه. این شکنجه واقعا دردناکه، مخصوصا جایی که دختر خسته میشه و یه مش سوزن رو یه دفعه به سینه برنارد میزنه. سپس اونو هم کنار مجروهای قبلی میبرن تا از درد زیاد و زخمش در آخر بمیره. یکی دیگه از ماسک داره که ما میدونیم اسمش اندیه، تبعی رو برمیداره تا قربانی بعدی خودش رو انتخاب کنه. در همین حین پسر باحال مدرسه یعنی کرتیس با تلاش خودش رو آزاد میکنه و یه دفعه پا به فرار میذاره. دین سعی میکنه بهش شلیک کنه ولی روی که میدونه کرتیس اشتباهی اونجاست و پسر خوبیه جلوشو میگیره. این باعث یه دعوا بین دین و روی میشه که در آخر ماسک روی برداشته میشه و همه زندانیا میفهمن کیه. خشم دین از کاری که روی کرده خیلی زیاده و بهش میگه تو یه آدم خائنی و با یه ضربه چاقو اونو در جا میکشه. بقیه بچهای گروه همه شوکه میشن و امیلی میدوه سمت روی بلکه بتونه نجاتش بده که کاری از دستش بر نمیاد. وقتی که بقیه بچه‌ها به این کار دین شکایت میکنن اون میگه ما هیچ وقت نمیتونیم از این جنایتی که راه انداختیم رهاشیم و به هر حال هممون میمیریم. بیرون خونه کرتیس رو میبینیم که بعد از فرار به یه پلیس میرسه و سری همه چیزو میگه تا ازش کمک بگیره ولی همون لحظه یکی از ماسکدارا سر میرسه و پلیس رو میکشه. کرتیس هم سلاح مامور رو برمیداره و دوباره پا به فرار میذاره. داخل خونه امیلی رو میبینیم که کنار جنازه روی نشسته و یکی دیگه از ماسکدارا که همون جکه سر میرسه. امیلی بهش میگه دین هیچ حقی نداره که همچین کاری کنه ولی جک بهش میگه فعلا باید کاری که شروع کردیم رو تموم بکنیم. میبینیم که هدر یکی از قلدرای مدرسه بسته شده و امیلی داره به پوست صورتش یه مایه شیمیایی میزنه. دین هم توضیح میده که چطوری این ماده شروع به خوردن و سوزوندن پوست امیلی میکنه و چقدر این عمل دردناکه. وقتی اندی یکی دیگه از ماسکدارا به دین میگه که کرتیس میخواست از پلیس کمک بگیره و پلیس رو کشتیم، دین با شوخی و هیجان برای همه تعریف میکنه که پسری به اسم کرتیس میخواسته براتون کمک بیاره ولی ما نذاشتیم و موفق نشده. بردلی که هنوز نمیخواد قبول کنه چقدر شرایط وخیمه با صدای بلند دین رو صدا میکنه و میگه تو یه آدم بی‌عرضه و ترسویی که پشت ماسک قایم شدی. دین میاد سمتش و میگه این ماسک نمایانگر کاریه که شماها با امثال من انجام دادید و ازمون یه حیولا ساختید. بعد ماسکش رو برمی‌داره و برای اولین بار چهرهش رو به همه نشون میده. دیگه همه میفهمن کسایی که دارن این بلا رو سرشون میارن همون گروه از بچهای مدرسه‌ن که همیشه توسط خودشون تحقیر میشدن. بیرون خونه کرتیس بالاخره بعد از دویدن به خونه پارکر که این دوست خانوادگی دین میرسه که اول فیلم دیدیمش. پارکر با دیدن تفنگ تو دست کرتیس نمیتونه بهش اعتماد کنه و با یه ضربه سری بیهوشش میکنه. توی خونه امیلی سراغ قربانی بعدیشون یعنی بردلی میره. اون التماس میکنه کاریش نداشته باشن. دوستش میگه بهشون التماس نکن تا لذت بیچارگی ما رو حس نکنن ولی بردلی که بیشتر از همیشه ترسیده خواهش و التماسش رو ادامه میده. بریجر که یکی دیگه از زندانیاست به امیلی میگه با اینکه هنوز ماسک داری من میدونم تو امیلی چون قبلا دیدمت. اینجا همه بچه‌ها دیگه ماسکشون رو برمی‌دارن و خودشون رو
نشون میدن. بریجت میگه ببخش که این همه اذیتت کردم و امیلی جواب میده اگه انگشتای برادلی رو ببری میذارم زنده بمونی. اون این کارو انجام نمیده ولی وقتی همین پیشنهاد رو به برادلی میدن سریع قبولش میکنه. حالا بریجت رو میبینیم که روی صندلی بسته شده و برادلی هم به زور اسلحه و شراکتی که اونجاست به سختی یکی از انگشتای اونو میبره. این صحنه با کلی داد و فریاد از دختر همراهه. با صحبت‌های دین و فشار بقیه، برادلی انگشت دوم بریجت رو هم می‌بره. بعد ماسک‌دارا به بریجت میگن اگه می‌خوای انگشت دیگه‌ای رو نبریم، باید این درد رو به یه نفر دیگه بدی. یعنی قربانی بعدی رو خودت باید انتخاب بکنی. توی خونه پارکر، کرتیس رو می‌بینه که به یه صندلی بسته شده. اون بهش میگه لازم نیست من اعتماد کنی، فقط خودت سری به این خونه برو تا بتونی جون تعدادی آدمو نجات بدی. توی خونه می‌بینیم حالا برادلی به صندلی بسته شده و بریجت باید یکی از انگشتاشو ببره. وقتی از این کار سر باز میزنه، امیلی از همون ماده شیمیایی به نصف صورت بریجت میماله و میگه اگه انگشتشو نبری از صورتت پاکش نمیکنم. با اینکه سعی میکنه انگشت برادلی رو ببره، در آخر پشیمون میشه و میگه نمیتونه. بعد از چند لحظه ماده شیمیایی شروع به فعال شدن میکنه و بریجت در حالی که نصف صورتش داره به بدترین شکل میسوزه شروع به جیغ و داد از درد میکنه. پارکر به خونه مورد نظر میرسه و اتفاقی توی یکی از تله های بچه های ماسکدار میفته و داد و فریادش باعث میشه یکی از بچه ها به سمتش بیاد. این در حالیه که کرتیس هم موفق شده خودش رو آزاد کنه و سری با پلیس تماس بگیره و درخواست کمک کنه. بعد تفنگش رو برمیداره و به سمت خونه میدوه. پارکر با اینکه تله به شدت زخمیش کرده موفق میشه دوست دینو بکشه و خودش رو نجات بده. توی خونه رو میبینیم که بریجت روی زمین افتاده و از درد دچار تشنج شده در حالی که پوست صورتش تقریبا کامل از بین رفته. دین سمت برادلی میاد و میگه هر چی فکر کردم شکنجه مناسبی پیدا نکردم که بتونه کثافتکاریای تو رو جبران کنه، ولی بالاخره یه راهی به ذهنم رسید که راضی بشم. سپس یه چاقو پشت برادلی میذاره و میگه با این کار دیگه هیچ وقت نمیتونی چیزی که همیشه ازش لذت میبردی یعنی سکس رو انجام بدی. بعد چاقو رو تو کمرش فرو میکنه و باعث بریده شدن قسمتی از نخاع و در نتیجه فلج شدن همیشگی برادلی میشه. بیرون از خونه یکی دیگه از بچه‌ها به جنازه دوستش میرسه و بعد از کمی گشتن پارکر رو هم میبینه که بی حرکت روی زمین افتاده. وقتی میشینه تا چک کنه که پارکر زنده است یا نه، اون با یه حرکت ساده اونم میکشه. توی خونه دن شروع به سخنرانی میکنه و میگه که نتیجه این شب زندگی شما رو تا ابد تغییر میده. یکی از زندانیا شروع به فحش دادن میکنه که دین به سمتش میره و میگه که تو قربانی بعدی مونی. کرتیس به پارکر میرسه و میخواد نجاتش بده که پارکر میگه من خوبم، فقط برو تو خونه و کمک بقیه کن. توی خونه همین که پسر معترض رو به صندلی بستن و دارن زبونش رو از حلقش در میارن، کرتیس وارد میشه و کارش رو متوقف میکنه. دین بهش میگه که برو بیرون، شما نمیخوایم به تو آسیبی بزنیم. ولی کرتیس جواب میده که من نمیتونم اجازه بدم همچین کاری رو انجام بدید، چون اون پسری که داری شکنجه میکنید لیاقتش این نیست. دین زیر بار حرفش نمیره و به اندی میگه که شکنجه رو ادامه بده. کرتیس تفنگو سمت اندی نشونه میگیره و بهش شلیک میکنه. دینم بدون مکس تفنگشو میکشه و به شونه کرتیس تیر میزنه. وقتی میره بالا سرش تا به سرش هم شلیک کنه و کارش تموم شه، دوست خودش امیلی اونو از پشت میکشه و میگه دیگه از دست کارات خسته شدم. دوستش جک میاد سمت امیلی و بغلش میکنه. هر دو به زندانیا نگاه میکنن. امیلی به یکی از دخترا که اسمش کلی بود اول فیلم دیدیم میگه فقط کافی بود با من دوست بشی تا هیچ همچین اتفاقی نیفته. بعد پشتش رو به جک میکنه. جک تفنگ رو روی سر امیلی میذاره و میکشتش. وقتی پلیسا وارد میشن تفنگ رو روی سر خودش هم میذاره و با کشتن خودش این صحنه به پایان میرسه. به عنوان سکانس پایانی خبر کشته شدن این بچه‌ها از اخبار پخش میشه. کرتیس با دست بسته توی مدرسه است. کلی سعی میکنه با خوردن قرص خودکشی کنه و میفهمیم اون دختری که اول فیلم دیدیمش همون بریجته. این فیلم شاید تو نگاه اول یه اسلشر بی‌معنی باشه، ولی وقتی که بهش نگاه بکنیم میفهمیم که چقدر تحقیر و کوچیک شدن میتونه تو زندگی بقیه تاثیر بذاره و راه زندگیشون رو به طور کلی تغییر بده. انتقام تنها چیزیه که میتونه این آدما رو آروم بکنه و شاید برای اینکه بهش برسن دست به هر کاری بزنن. یادتون نره که توی کانالمون سابسکرایب کنید، کامنت بذارید و ویدیو رو لایک کنید. روزتون هم گیلاسی.